که دلت خون شه از این دنیا یه دختر کن. مهمان من کسی است که وسعت صدایش در ایران هرگز روی صحنه نرفت. مانند بسیاری از زنان هنرمند، زمانی زمینه پیشرفت برای او فراهم شد که از ایران خارج شد. او که یک خواننده سوپرانوست با ترجمه قطعات معروف اپرا به زبان فارسی در اجرایی با نام پنجره به رویا، رویایش برای اجرای اپرا به زبان فارسی را به حقیقت تبدیل کرد. در این گفتگوی ویژه با من و گلرخ امینیان همراه باشید. گلرخ جون، خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم. همچنین میدونم که سالهاست در زمینه اپرا داری فعالیت میکنی، ولی از کشوری هستی که خانه اپرا توش تعطیل شد، فکر میکنم خیلی سریع بعد از انقلاب تعطیل شد. وضعیت اپرا در ایران چطور الان؟ عمر اپرا خیلی کوتاه بود در ایران، تقریبا 18 سال بعد از اینی که خانه اپرای تهران تأسیس شد، اپرا به خاطر وقوع انقلاب کلن برچیده شد. و خب علتش هم خیلی واضحه، ما 45-6 ساله که خواننده زن به صورت سولو نمیتونه اجرا کنه. در سالهایی که صدای زن ممنوع بوده، به خاطر اینکه نمیتونستن، هیچ محلی برای اجرا نبوده برای زنها، آهنگسازا هم نساختن برای خانومها در این ژانر. من با خیلی از آهنگسازا صحبت کردم و تعداد خیلی کمی از کسایی وجود دارن که قطعات اپراتیک برای ارکستر یا با حالا با تنظیمای کوچکتر برای پیانو برای خانم‌ها ساختن. و من خیلی خیلی واقعا قلبم به درد اومد که ما یک سری اثراتی رو از این اتفاق شوم سال 57 به دنبال خودمون می‌کشیم که اطلاع آنچنانی ازش در دست نیست. جان بر لب ما آمد و ما هیچ نگفتیم، 40 سال بلا. طبیعتاً برای هنری که پرطرفدارم میتونه باشه، احتمالاً یه سری از زنها دارن به صورت زیرزمینی این کار رو انجام میدن، درسته؟ در مورد پرطرفدار بودنش خیلی مطمئن نیستم. من یکی از چیزهایی که خیلی در موردش نگران بودم وقتی که دون سالیانی که داشتم کار میکردم و این پروژه ترجمه اپراها رو سرهم میکردم، تمام مدت سوالم از خودم این بود که چون این ژانر فرصت نکرده در بین مردم جا بندازه خودشو، واقعا آیا ژانر پرطرفداری هست یا نیست. ولی مطمئنم قطعا کسانی هستن توی ایران، خانمایی هستن که دارن این کار رو زیرزمینی انجام میدن و برنامه میذارن و چقدر حیف که صدای اونا به گوش ما نمیرسه. کمی از تجربه خودت بگو در این مسیری که طی کردی تا به اینجا رسیدی در زمینه اپرا. من وقتی که از ایران اومدم، خب مثل هر کس دیگه‌ای که مهاجرت میکنه، اول از همه با مسائل مهاجرت دست و پنجه نرم میکنه. ولی داستان من و موسیقی و آواز داستان عشقه. یعنی واقعا آواز خوندن برای من یک جزء جدا نشدنی از زندگی منه و من هیچ وقت نمیتونم تصور کنم که روزی بگذرونم که نخونم. البته خب اینم خودشم مسئله ایه برای خانواده‌ام که دارم باشون زندگی میکنم. میتونی بعدا از اونا هم سوال بکنی که حسشون چیه راجع به این مسئله. زیبا بخواب لاله سارا. ولی اینجا که اومدم از کنسرواتوار سلطنتی موسیقی اینجا شروع کردم، رفتم یه سری دورای آوازی دیدم. خب عرصه باز بود، آدم واقعا اینجا میتونه فعالیت بکنه و اگر واقعا هم مقام بذاره بر اساس اینی که جلو بره و پیش بره، با اینکه مسیر بسیار طولانی و سخته، ولی چون چاره نیست میره جلو. قطعاتی که به زبان فارسی اجرا کردی در پنجره به رویا
قطعاتی بوده که خودت فارسیش کردی. من خودم دیدم این اجرا رو و بسیار روونه. این که تونستی اینقدر فارسی روونی ترجمه بکنی این رو که بیننده ای هم که داره نگاه میکنه باش ارتباط عمیق‌تری برقرار بکنه، فکر میکنم یکی از اهداف خودت بوده، درسته؟ بله دقیقا همینطوره. اول از هم آدم نگاه میکنه میبینه این قطعات به زبان به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی نوشته شدن و اگر یک کسی حوصله نداشته بشه بره توی بحر این داستان‌ها و این قطعات، موسیقی خیلی زیباست ولی واقعا باید آدم با داستان ارتباط برقرار کنه تا بتونه 2 ساعت 3 ساعت بشنه یک اپرا رو از سر تا ته گوش بده. اینا به زبانهای خیلی از این اپرا به زبان انگلیسی، به زبانهای حتی به زبان چینی، به زبانهایی که ما حتی فکرش هم نمیتونیم بکنیم ترجمه شدن، ولی کمتر من دیدم که اینا به زبان فارسی ترجمه شده باشه و به همین دلیل تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم. خیلی از حتی کسایی که دوروبر من بودم که موسیقی جدی گوش میکردن و علاقه منو میدیدن، اونا هم اظهار علاقه میکردن، میگفتن ما هم خیلی دوست داریم موسیقی رو، چقدر حیف که نمیفهمیم. و این باعث شد که برای من یه انگیزه ای بشه برای اینکه بشنم این قطعات رو ترجمه کنم و یه گلچینی از اون چیزایی که خودم دوست داشتم انتخاب کردم و روون‌ترین قطعات و اپراتیکی که ما همه به ملودیش آشناییم. برای ترجمه این قطعات به زبان فارسی چقدر زمان گذاشتی و کی بهت کمک کرد؟ خیلی زیاد زمان گذاشتم و این یه نقطه‌ایه که برای من خیلی میتونم بهت بگم که تو اون 1-2 سالی که تقریبا درگیر ترجمه ها بودم، بعضی از قطعات رو مجبور بودم پاره کنم. یعنی مثلا قطعه هاوانرای کارمن رو تقریبا 3 دفعه پاره کردم، ریختم دور، دوباره از اول نوشتمش. چندین علت داشت این مسئله. اولا اینی که این قطعات از زمانهای مختلف دارن میان. من از طرفی باید قطعا ملودی ریز به ریز رعایت میشد، یعنی ملودی هیچ خدشهی باش بهش وارد نمیشد. از طرف دیگه باید به داستان کاملا وفادار میموندم و آخرین مسئلهی که خیلی خیلی شاید بگم مهمترین مسئلهی بود که برای رعایت میکردم اینی که گویش فارسی روی این ملودیایی که 400 سال مردم دارن میشنون باید خراب نمیشد. یعنی اون وزن هر کلمه باید همونطوری ادا میشد که تو فارسی ادا بشه و خب این خیلی مشکل بود. در ضمن کار به دوستان خیلی خیلی عزیزی که نزدیک بودن کارا رو نشون میدارم، ریز ریز میخواستم ازشون که بشنون و اینی که آیا به گوش اونا چطور میاد و به راحتی خط میزدم. اگه میگفتن اینجاش یه ذره لقه به دلم نمیچسبه، خطش میزدم، اصلا هیچ مسئله نبود، چون واقعا نتیجه کار برام خیلی مهم بود. گلهای زیبا غیر از اینکه یک هنرمند هستی، یک زن هستی که در کشور خودت موقعیت این رو پیدا نکردی که بدرخشی، خیلی ها هستن تو ایران شاید همین تجربه رو دارن در حال حاضر و میدونم قلبت برای ایران میتپه. در تمامی اجراهایی که داشتی همیشه ارجاع دادی به مردم ایران، مخصوصا در همین دوره خیزش انقلابی. در ابتدای اجرا ما تصاویری دیدیم که تکان دهنده بود از کسایی که جونشون رو از دست دادن و میدونم خودت همیشه به این موضوع توجه داری. آرزو چیه گلرخ؟ دوست داری در ایران چه اتفاقی بیفته؟ دوست داری در کجای ایران اجرا بکنی؟ من همونطور که خودت گفتی یک لحظه از این 23 سالی که در خارج از ایران زندگی کردم جدا نبودم از ایران، یک لحظه.
من با ایران میخندم، با ایران گریه میکنم، با ایران عزاداری میکنم، با ایران برای آزادی میجنگم. و بهاش هم اینی که خب ما الان ما تبعیدی هستیم و بهایی که من پرداخت میکنم در قبال آدم هایی که در ایران جونشون رو گذاشتن خیلی کمه، ولی خب من نمیتونم ایران برگردم. امیدوارم که یک روزی مملکتم آزاد شه و ما بتونیم برگردیم ایران، بتونیم یه زندگی معمولی داشته باشیم. بتونیم خودمون باشیم، بتونیم آواز بخونیم. این خیلی خواسته زیادی نیست. بتونیم آواز بخونیم، بتونیم برقصیم، بتونیم نفس بکشیم تو مملکتمون. به همین راحتی. اگر تونستم بخونم اون موقع، اون که دیگه اصلا دیگه مثل برنده شدن لاتاری میمونه. اینی که فقط عشقمو بفرستم برای تمام هموطنانم و بگم که امیدوارم که با آزادی نزدیک باشیم و بدونن که زندگی ما که خارج از کشور داریم زندگی میکنیم ازشون جدا نیست. ممکنه به نظر بیاد که جداست، ولی ما هر لحظه رو داریم با اونها سپری میکنیم. مرسی ازت. مرسی از تو محسا جان.